درود به همه یاران، بینندگان و کاربران. به این برنامه خوش آمدید. سخن کوتاهی دارم خطاب به آنهایی که جویای آگاهی از ارزیابی ها و نقطه نظرها و دیدگاه های اسرائیل و در واقع مردم اسرائیل هستند. آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با استفاده از اختیاراتی که داره درخواست برگزاری یک نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل رو کرد. این نشست در ساعاتی که برگزار می‌شد و هدفش این بود که بر اسرائیل فشار بیاره که جنگ رو متوقف بکنه و آتش بس برقرار بکنه، در همان ساعات مباحثات شورای امنیت ده‌ها موشک از داخل نوار غزه به سوی شهرها، آبادیها و مردمان اسرائیل شلیک شد که البته اکثر اونها شکار شد توسط سامانه ضد موشکی گنبد آهنین، ولی به هر حال یک خساراتی هم به بار آورد. و در همون ساعاتی که حماس شهروندان اسرائیلی رو هدف حمله قرار داده بود، از شمال هم حزب الله لبنان به شلیک خمپاره ضد تانک و راکت های دیگر ادامه داد و یک شهروند اسرائیلی هم که به شدت زخمی شده بود درگذشت. جنگ علیه اسرائیل از شمال و از غزه ادامه داره، ولی آقای آنتونیو گوترش لازم دید که شورای امنیت رو به همایش دعوت بکنه برای اینکه بر اسرائیل فشار بیاورند که جنگ رو متوقف بکنه. چند سوال در این زمینه پیش میاد. یکی این که چرا هیچ وقت آقای آنتونیو گوترش که ادعا میکنه که خواهان برقراری صلح و صفا و آرامش در دنیاست، برای پایان بخشیدن به جنگ یمن جلسه اضطراری شورای امنیت رو برگزار نکرد؟ چرا برای متوقف کردن جنگ سوریه علیه مردم اوکراین چنین نشستی رو برگزار نکرد؟ و انواع و اقسام جنگ های دیگری که در منطقه و جهان واقع شده و هنوز هم برخی از اونها ادامه داره، چرا فقط موقعی که اسرائیل برای دفاع از امنیت مردم خودش وارد غزه شده و به جنگ علیه حماس پرداخته میآیند و جلسه شورای امنیت ترتیب میدن و یک فشار بین المللی رو ایجاد میکنن که آقای اسرائیل از خود دفاع نکن، از اینکه میخوای امنیت مردم خودت رو تامین بکنی دفاع نکن، بگذار که حماس، یعنی نگذار که حماس بمیره، حماس فرو بپاشه، حماس نابود بشه. تو حق نداری حماس رو از بین ببری. داعش، بله داعش رو آمدن و یک ائتلاف بین المللی درست کردن و داعش رو تقریبا سرکوب کردن، گرچه هنوز هم اینجا و اونجا هستش، ولی دنیا و آقای گوترش که رئیس سازمان ملل هست میگوید که شما اسرائیلی ها حق ندارید حماس رو نابود بکنید. ما نخواهیم گذاشت که حماس بمیره. حماس، ما میخواهیم که شما جنگ رو متوقف بکنید و نتیجهش میتونه این باشه که حماس دوباره قدرت بگیره، استراحت بکنه، زخمش رو التیام ببخشه، تسلیحات بیشتری رو به دست بیاره و اون موقع با شدت بیشتری علیه مردم اسرائیل حمله بکنه و اونها رو بکشه، همون گونه که در روز شنبه 7 اکتبر رخ داد. استدلال آقای گوترش این است که مردم غزه در رنج هستند. بله، قبول داریم که مردم غزه در رنج هستند. دل ما هم به حال اونها میسوزه. آب کم دارن، دارو کم دارن، غذا کم دارن، برق ندارن و غیره و غیره و آسیب میبینن بعد در حملات هوایی و زمینی غیر نظامیان هم کشته میشن. اولا آقای گوترش، شما
چه انتظاری دارید که اسرائیل بیاید به دشمن خودش، دشمنی که میگوید باید اسرائیل رو نابود کرد، دشمنی که آمده زن و کودک و بزرگ و کوچک رو کشته؟ آقای گوترش، شما در مباحثات شورای امنیت اصلا اسمی از ربوده شدگان اسرائیلی که در اسارت حماس هستند بردید، خیلی کوتاه صحبت کردید ولی خواستار آزادی اونها شدید. شما در نطق خودتون 15 دقیقه تمام در توصیف و توضیح آنچه که رنج ملت مردم غزه نامیدید سخن گفتید، همش علیه اسرائیل بود. یک لحظه توجه کردید که اسرائیل قربانی قرار گرفته، اسرائیل باید از امنیت خودش دفاع بکنه، از جان مردم خودش، باید گروگانها رو آزاد بکنه و ناچار شده که وارد غزه بشه، و اگر اسرائیل در این جنگ پیروز نشه و موجودیتش به خطر میفته، تمام بدخواهان دنیا سر اسرائیل خواهند ریخت که بله شما از حماس چنان ضربه دیدید که الان دیگه روی به پا نمیتونید بخیزید و باید شما رو نابود کرد. اینها رو آقای گوترش نمیدونه. اسرائیل رو دیوار کوتاه گیر آوردن. اونها انتظار دارن زیر شعار حمایت از مردمان بیگناه میآیند و چیزهایی رو از اسرائیل میخوان و تلاش میکنن بر اسرائیل تحمیل بکنن که با عدالت و انصاف و حقوق بشر هیچ همخوانی نداره. ببینید، اگر که اسرائیل الان جنگ رو متوقف بکنه و حماس از بین نره و دوباره قدرت بگیره، نه فقط اسرائیل به خطر میفته، دوباره وارد جنگ میشه. ما الان در 10 سال اخیر لاقل 10 بار با حماس در حال جدل بودیم. کل موشک هایی که از غزه به سوی اسرائیل شلیک شده در ظرف 16 سال اخیر بیش از 50,000 موشک بوده. شما تصور بکنید مثلا در شهر لندن نشستین، در واشنگتن نشستین، در آنکارا نشستین، 60,000 موشک به سوی خانه های شما شلیک بشه، اسرائیل چطوری میتونه این رو تحمل بکنه؟ بنابراین اسرائیل که از مردم خودش دفاع میکنه، مردم خودش رو دوست داره، باید بیشتر این تلاش رو به عمل بیاره که از جان اونها دفاع بکنه و خطرات رو برطرف بکنه و متجاوز رو سر جای خودش بنشونه. چرا شما به ما در این شرایط میگویید که باید جنگ رو متوقف بکنید؟ البته میایید و استدلال میکنید که مردم غزه در رنج هستند، مردم غزه دارو، غذا، آب و غیره ندارن، مردم غزه شمار زیادشون کشته شدن. اولا این رقم هایی که حماس اعلام کرده، میگه 16,000 نفر ما تا به حال کشته دادیم، کجا رفتید شما شمردید که مطمئن باشید که این 16,000 و کمتر نیست؟ بعد اونها میایند همیشه هم میگویند که مثلا 16,000 کشته شدن، اکثرشون زن و کودک بودن. آیا سرباز اسرائیلی رفته غزه کودک بکشه، زن بکشه یا تروریست بکشه؟ چطور شما میایید و این دروغ‌های حماس رو باور میکنید؟ اسرائیل رو دیوار کوتاه گیر آوردن. اگر مردم غزه در رنج هستن، که در رنج هستن به خاطر این است که حماس آمد که منار رو بدزده ولی چاهش رو حاضر نکرد. ببینید، دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل و مردم اسرائیل برای دفاع از خودشون و تامین امنیت شهروندان همه تمهیدات، همه پیشبینی ها رو کردن، همه وسایل رو به وجود آوردن. هیچ کدوم از این وسایل در غزه وجود نداره. اسرائیل آمده و به همه اونایی که خونه می سازن گفته که شما یک اتاق رو طور بتونی و محکم بسازید و در آهنی داشته باشه که این اتاق امن شما باشه و اگر موشکی پرتاب شد و به خونه شما آسیب اصابت کرد یا به همسایگی شما اصابت کرد، شما در اون اتاق امن در امنیت کامل باشید. خونه های قدیمی در اسرائیل
پناهگاه زیرزمینی داره که بره توی پناهگاه. به مجرد اینکه موشکی از غزه شلیک میشه، دستگاه‌های اسرائیلی مسیرش رو و نقطه سقوطش رو محاسبه میکنن، به مردم اون شهرگاهی، به مردم یک محله خبر میدن که میگن مردم این محله شما 1 دقیقه یا 35 ثانیه وقت دارید که برید تو پناهگاه امن. یعنی آژیر خطر به مردم خبر میده. اسرائیل برای اینکه به جان ساکنان نواحی نزدیک مرز غزه و نزدیک مرز لبنان آسیبی نرسه، همه اونها رو تخلیه کرده، بردتشون مرکز کشور که در امن باشن، براشون اتاقهای هتل اجاره کرده، بهشون پول تو جیبی روزانه میدن، انواع و اقسام خسارت ها رو به مردم میپردازن که رنج نبینن و بتونن زندگی داشته باشن. کدوم یکی از اینها رو شما در غزه انجام دادید؟ نه فقط انجام ندادید، بلکه عملا کاری کردید که مردم کشته بشن، زن و کودک هم کشته بشن، بعد شما مظلوم نمایی بکنید و آقای گوترش بیاید و بگوید که برای جلوگیری از ادامه کشته شدن زن و کودک فلسطینی باید جنگ رو متوقف کرد. نه فقط حماس برای حفظ جان ساکنان غزه هیچ تمهیدات و پیشبینی هایی نکرده و هیچ چیزهایی رو براشون به وجود نیاورده، بلکه عمدن اونها رو به کشتن میده که بعد مظلوم نمایی بکنه بگه اسرائیل تروریست نمیکشه، زن و کودک میکشه، و اینطوری افکار عمومی دنیا رو علیه اسرائیل تحریک بکنه و مظلوم نمایی بکنه و اسرائیل رو ظالم نشون بده. این یک ترفندی است که به قیمت جان شهروندان غزه تمام میشه. اونها آمدن، منظورم تروریست های حماسه، برای خودشون پناهگاه های زیرزمینی درست کردن. میگویند که 50 کیلومتر یا 500 کیلومتر تونل زیرزمینی در غزه هست. این تونل ها برای چی حفر شده؟ برای نظامیان و مسلحان حماس که در زیر زمین باشن و بهشون آسیبی وارد نشه. کی روی زمین مونده؟ مردم، مردمی که هیچ امکان دفاعی ندارن. یعنی اونها حتی در یک موردی هم به سرکردگان حماس گفته شد که اجازه بدید که مردم در تونل هایی که شما حفر کردید و احداث کردید پناه بگیرن که کشته نشن. اونا گفتن نه، این تونل ها برای چریک های ما هست، نه برای مردم عادی. مردم عادی رو اسرائیل باید مواظب باشه که آسیب نبینن. سازمان ملل هست که باید ترتیبی بده که اونها کشته نشن. به ما ارتباطی نداره. یعنی این گونه زندگی انسان های فلسطینی که اینقدر سینه براشون میدارن بی اهمیته. حماس عمدن اونها رو به کشتن میده که بتونه مظلوم نمایی بکنه. بعدم یه سوال دیگه، بیش از 1 میلیارد دلار، ما واقعا نمیدونیم دقیقا چقدر، ولی 1 میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار پول از طرف امیرنشین قطر و جاهای دیگه وارد غزه شده در این 16 سال اخیر. با این پول ها چه کار کردن؟ چه رفاهی رو برای مردم به وجود آوردن؟ آیا برق درست کردن؟ نه، از برق اسرائیل استفاده میکنن. آیا کارخانه تأسیس کردن؟ نه، چون اگر کارگر فلسطینی مشغول کار باشه دیگه دنبال ترور نمیره. بنابراین تلاش میکنن که مردم گرسنه بمانند، ذلیل باشن، ضعیف باشن، فقیر باشن، که زودتر بشه اونها رو جذب کرد برای عملیات تروریستی. این یک سود شیطانی از طرف حماس. و دوم این که مظلوم نمایی بکنن در دنیا، بگن ما هیچی نداریم، دنیا نذار که اسرائیل به ما اجحاف بکنه. به هر حال اینها میگویند که حماس رو باید جنگ رو در غزه متوقف کرد. مفهومش این است که حماس نابود نخواهد شد. حماس به عنوان یک حیوان
زخمی اگر واقعا جنگ تمام بشه و آتش بس برقرار بشه. میگن آتش بس انسان دوستانه. یعنی چه انسان دوستانه؟ اگر انسان دوستانه است، خب ما قبل از هفته اکتبر آتش بس بود، چرا حماس به اسرائیل حمله کرد؟ و بعدم همین دو سه هفته پیش بود که در چارچوب مبادله گروگان ها و تروریست های زندانی در اسرائیل چند روز آتش بس بود. یک روز پیش از پایان آتش بس حماس به افراد خودش دستور داد که در اورشلیم که بیایند به یک ایستگاه اتوبوس حمله بکنند که سه نفر در اونجا به دست تروریست ها کشته شدن و شوربختانه یک نفر هم در تیراندازی اشتباه سربازان اسرائیلی جان داد، یعنی چهار نفر اسرائیل قربانی داشت. اینها این نقص آتش بس محسوب نمیشه. بعدش هم فرداش، یعنی شنبه‌ای که قرار بود ساعت 7 صبح آتش بس تمام بشه، حماس از 5:30 صبح شروع کرد به پرتاب موشک دوباره از غزه به اسرائیل. بنابراین این بار هم حماس آتش بس رو چیز کرد، نقضش کرد. حالا به فرضم اسرائیل بیاید و بگوید که ما آتش بس برقرار میکنیم، آیا این در آینده باعث قتل و کشتار بزرگتری نخواهد شد؟ حماس که دست بردار نیست. حماس دینش، آیینش، عرق مذهبیش، اینها همه میگوید که باید جنگ تا آخرین قطره خون ما ادامه پیدا بکنه که اسرائیل رو بتونیم نابود بکنیم. شما فکر میکنید که اگر اسرائیل جنگ رو متوقف بکنه، وسط کار خارج بشه، تکلیف گروگان ها چه خواهد شد؟ حماس بابت هر گروگانی که آزاد کرد، 3 از تروریست های زندانی رو پس گرفت. الان هم میگه که از این به بعد ما نرخ خیلی قیمت بهای خیلی بالاتری رو مطالبه خواهیم کرد. شما فکر میکنید که حماس با اسرائیل کنار بیاد، از جنگ دست برداره؟ بنابراین ما با درد بسیار و با تأسف بسیار میتونیم بگیم که در این جنگ باید به اون هدفهایی که اسرائیل تعیین کرده رسید، اونها رو تامین کرد، گروگانها رو آزاد کرد، حماس رو از قدرت حکومتی و نظامی انداخت و ترتیبی در غزه داد از نظر مدیریت و آیندهش که دیگر امکان قاچاق اسلحه از جانب حکومت ایران یا تولید اسلحه و موشک در داخل غزه جلوگیری بشه. دیگر یعنی غزه یک منطقه بدون آری از سلاح باشه، بدون اسلحه تهاجمی باشه. این میتونه راهش باشه. ولی اسرائیل تا روزی که به هدفهای خودش برسه باید به این جنگ ادامه بده. در غیر این صورت اسرائیل رو ترسو و جبون محسوب خواهند کرد، دیگه قدرت بازدارندگی اسرائیل از بین خواهد رفت و تمام نیروهای فتنگر از حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و نمیدونم کتائب حزب الله و کتائب اهل حق و حکومت اسلامی ایران و غیره، اینها همه سر اسرائیل خواهند ریخت. بنابراین آقای گوترش، شما از قاتل ها، از جانی ها، از انسان های بیره دفاع نکنید. بگذارید اونها ریشه‌کن بشن از غزه تا شاید بشه در این سرزمین آرامش و صلح رو برقرار کرد. این به سود خود اهالی مهنت زده غزه هست که دیگه رهبرانی نداشته باشن که فقط تنها کاری که بلدن این است که اونها رو به سوی جنگ بکشانن. سپاسگزارم که با ما بودید.